صدایی دیگر، صدای زنان. هرچند شواهد در ایران از کاهش آمار ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان حکایت دارد، اما آیا جمهوری اسلامی نیز در این کاهش دخالت داشته است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. تعیین روزهای جهانی برای کاستن از خشونت علیه زنان حداقل این ویژگی را دارد که سالی یک بار از خشونت‌های حرف زده می‌شود که در جامعه پنهان مانده است. با اینکه در سال‌های گذشته زنان زیادی از تجربه ختنه یا ناقص‌سازی جنسی علیه خود سخن گفتند، اما هنوز این خشونت روا داشته شده در پس و پشت سنت‌ها پنهان مانده، به گونه‌ای که حتی در مهمترین لایحه‌ای که در طول 40 سال پس از انقلاب اسلامی در حوزه منع خشونت علیه زنان مطرح شده، هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. حالا در کنار سنت‌ها و محدودیت‌ها و فقدان آموزش، همه‌گیری کرونا هم به این موضوع اضافه شده و کارشناسان هشدار دادند که همه‌گیری ویروس کرونا بر تعداد دخترانی که در سراسر جهان در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند افزوده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف تخمین می‌زند که به دنبال تعطیلی مدارس و اختلال در برنامه‌های امدادرسانی در سطح جهان، 2 میلیون دختر دیگر تا پایان دهه کنونی در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. به این ترتیب شمار دخترانی که خطر ختنه در این دهه آنها را تهدید می‌کند به 70 میلیون نفر رسیده است. در ایران، ناقص‌سازی جنسی بیش از همه در مناطق محروم، دور از دسترس سیستم‌های بهداشتی و در پشت درهای بسته خانه‌ها رخ می‌دهد، جایی که صدای فریاد دختران را جز زنان هیچ کس نمی‌شنوند. نسرین، یکی از زنانی که در تحقیقی جامعه در مورد ختنه زنان در ایران مشارکت داشته، در مورد مهمترین شیوه‌های کاهش آمار ختنه زنان در ایران می‌گوید: من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه، مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل بشه، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم ها رو آماده کنن، که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من با آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش گرفت. خیلی مناطق واقعا نیازمندی که جنوب نزدیکش هم کردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه، آگاهی خیلی بهتر اینطوره. چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم، میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت. خانم نسرین، دلیل بیتوجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارتخانه از گستردگی ختنه زنان در ایران میداند. وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده، و اطلاعاتی هم که ما دو بار رایزنی کردیم مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز، در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور خط نمیشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی. اما بعد از سالها تلاش فعالان زنان در ایران و وعده و وعیدهای دولت‌های مختلف، بالاخره دی ماه گذشته لایحه منع خشونت علیه زنان به تصویب هیئت دولت رسید، بدون آنکه در آن حتی یک بار از لفظ ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان استفاده شده باشد. سودراد، فعال برابری طلب ساکن پاریس، در مورد این روی کرده جمهوری اسلامی به مسائل زنان میگوید: موضوعی که به اسم ختنه زنان جا افتاده و البته بسیار فاصله داره با اون چیزی که ما ختنه میخونیم و واقعیت اینه که مسلسازی یا ناقصسازی جنسی اندام منتسب به زنانه است، سال هاست که در ایران رواج داره. هرچقدر کم رواج داره و جمهوری اسلامی به عنوان نظام حاکم واقعا کاری برای توقفش نمی کنه، کمپین های توقف ناقص‌سازی جنسی زنان رو جدی نمی گیره، اونو حتی از آن خودش نمی کنه، حتی اگر که به نفعش باشه. به شدت مثل همه رفتارهای مدنی دیگه اون رو سرکوب می کنه و جدی نمیگیره. بیشتر وقتی که شروع میکنن راجع به این موضوع حرف میزنن، اتهام میزنن که شما دارید سیاه نمایی میکنید. این اتفاق در ایران نمیفته، در حالی که متاسفانه این خشونت واضح حتی اگر که کم باشه همچنان زیر پوست کشور داره اتفاق میفته، در مناطقی که به صورت سیستماتیک
جمهوری اسلامی اونها رو محروم نگه داشته از نظر دسترسی به اطلاعات، دسترسی به منابع اقتصادی، دسترسی به منابع تحصیلی و حتی فرهنگ سازی همچنان ادامه داره و این سکوت جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر همچنان تأکید میکنه بر محروم نگه داشتن مناطق مرزی یا مناطق دورافتاده برای اینکه حکومت خودش رو تثبیت بکنه. یکی از مثالاش اینه که در قانونی که حالا قانون هم نشده، در لایحه‌ای که همین امروز هم گم شده بین مجلس و دولت، هیچ اشاره‌ای به ناقص‌سازی جنسی زنان و اندام متصل به زنانه نشده. به گفته سودراد، لایحه منع خشونت علیه زنان نه تنها مسئله ناقص‌سازی جنسی، بلکه موارد بسیاری از خشونت علیه زنان را نادیده گرفته. با این همه، عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را همچنان یدک می‌کشد. این لایحه بیشتر از اینکه واقعا تلاشی باشه برای منع و توقف خشونت علیه زنان، خشونت جنسی و جنسیتی، بیشتر ابزاری بوده برای تبلیغات حکومتی و تبلیغات دولتی، اون رو در کش و قوس تصویب و برگردوندن به قوه قضایی دولت‌های مختلف و مجلس‌های مختلف نگه داشتن و هیچ کس مسئولیتی قبول نمی‌کنه در قبال اینکه اصلا این لایحه کجاست، اصلا این لایحه آیا واقعا میخواد منع خشونت علیه زنان انجام بده یا نه، اصلا سازوکارش چیه. ما هر چند وقتی در مورد مهریه میشنویم و از اون به عنوان یک خشونت علیه مردان یاد میشه، بعد یک خشونت علیه زنان یاد میشه، اما واقعیت اینه که مهریه هم و حتی زندانی شدن به دلیل توانایی نداشتن برای باز پرداخت مهریه، اینها هم در اون لایحه منع خشونت علیه زنان باید بگنجه. یعنی شما نمیتونید خشونت رو علیه یک بخشی از جامعه منع بکنید بدون اینکه نگاه سیستماتیک برابری خواهانه داشته باشید به همه اعضای اون جامعه فارغ از جنسیتشون و نقش‌های کلیشه‌ای که بهشون دادید و وادارشون میکنید که دائما در اون نقش‌ها فرو برن و هی این نقش‌ها رو بازتولید بکنن. لایحه منع خشونت علیه زنان چیزی جز ابزار تبلیغات جمهوری اسلامی در مناظر بین‌المللی یا حتی در خود جامعه نیست. یعنی کورسوی امیدی میده که اصلا وجود نداره متاسفانه. این مسئولیت نپذیرفتن و پاسخگو نبودن سران اون مملکته که به وضوح هر روز بیشتر از دیروز دارن نشون میدن که اصلا هیچ اهمیتی براشون نداره برابری و اصلا تبعیض علیه گروه های به حاشیه رانده شده و به خصوص حاشیه سازی اصلا سازوکار اونهاست، بنیادشون بر این نهاده شده. نزدیک یک ماه از زمانی که حسن روحانی اعلام کرد لایحه منع خشونت علیه زنان را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده می‌گذرد، اما هنوز مجلس این لایحه را اعلام وصول نکرده است و هنوز زنان چشم انتظارند تا قانونی آنها را از خشونت دور نگه دارد. زنانی که هنوز سرنوشت آنها در اختیار دستانی است که با حرکت یک تیغ میتواند سرنوشت آنها را تغییر دهد. رایحه مظفریان، پژوهشگر اجتماعی، در مستندی در مورد ختنه زنان پای صحبت یک زن ختان نشسته است. احمدی ها سنت ها باید دروب از زمان قدیم پیشتر هم پر آتش نگرد و خاکستر آتش میریختن. یه تیخ برای مثلا چند نفر چل کردم. نه نه، من به تادین و پنبه. از کجا یاد گرفتی شما؟ همسوری شانسی خودم. کجا میدونستید کجا رو ببارید؟ خب این یه بندی داره. چجوری؟ یه وقتی که این تو با پنبه سرش میگیری یه بندی علامتی داره میزنی. من صدها دختر کردم که الان دیگه باز شوهر. شما هم اگر تجربه ختنه یا ناقص‌سازی جنسی دارید، شما هم اگر در معرض خشونتید، شما هم اگر قانونی برای حمایت از خود نمیابید، میتونید تجربتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. کافیه صدای خودتون رو ضبط کنید و از طریق کانال تلگرام رادیو فردا اون رو برای ما ارسال کنید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از این تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.